اللهم صل الله فاطمه و ابی ها و بعل ها و بنی و سر المستودع فیها عدد ما احاط به الملک اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست خود خداوند متعال میفرماواد توی تمام مخلوقات من هیچ چیز رو به اندازه عقل دوست ندارم و تابع ترین مخلوق خدا هم عقله خداوند متعال میفرماواد من عقل خلق کردم بهش گفتم بیا اومد گفتم برو گفتم برو برو, برو بچرخ چرخید گفتم من از تو بهتر نیافریدم خیلی مهمه تا حدی که مبنای پذیرش عبادات شما عقل شماست شما صبح تا شب نماز بخون شب تا صبح احیا نگه دار اگر از این قوه الهی دادی خدا دادی درست بهره نبری دو نمیارزه عبادت روایتش هم من اون جلسات خوندم که فردی زارن امام صادق ما باقر نقل می‌فرمان که یکی از بنی اسرائیل بود انقدر عبادت میکرد برای یکی از فرشته سوال شد خدای این کجای بهشته دیگه بیشتر از این که دیگه نمیشه عبادت کرد دیگه این تهشه خداوند متعال فرمود این همون اول اول همون دم در بهشته یعنی پایین ترین جای ممکن خدایا خب شکلت برم اونایی که اون بالان پس کیان دیگه بیشتر از این 24 ساعت بیشتر تایم نیست این بیشتر از این چقدر میخواد یکی آخه عبادت بکنه خود من نمو برای اینکه شبهش برطرف بشه بشه اجازه داد که تمثل کنه در قالب یک آدم بیاد پیش این شکل آدم بشه عمر رفت کنارش نشست و دید روزه است مثلا حالا خورده من دارم امروزیش میکنم فصل بهارم بود اون سرزمین سرسبز شده بود الافا در اومده بود و یه برگشت گفت همون فرد زاهد و عابد گفت عجب علفزار و چمنزار خوبیه اینم گفت بله الحمدلله خدا همچین چیزی بود آدم های عابد هرچی ببینن یاد خدا میفتن دیگه یادمه مؤمن اینجوریه از هر چیزی یاد خدا بیفتن بعد هر اتفاقی در مسیر الله باشه هر چیزی نشونه از خود خود اون مسئله برای این افراد جذابیت نداره ها چون سورس به خدا میده چون رفرنس به خدا میده جذاب میشه بعد گفتش که من موندم همین عمید... آدمه بقولی فرشته نه گفت من موندم این الفزار خوب به حکمت خدا در گفت چیش بپرس شاید من بتونم کمکت کنم گفت این که این الفا الان یکی دو ماه دیگه همش خشک میشه میره چرا خود خرشو نمیره به چرونه این الا فرستو این بند خودی تحجبیه گو چی میمه خدا خر داره گفت دست شما درد نکن من و تو خر داشته باشیم خدا نداشته باشه دید بابا این شوت شوت تحتیله رو بعد گفت چی داره؟ میگه گفتید نه این اصلا اعتقاد داره خدا خر داره گاف داره گوسفند داره اینا من و تو خر داشته باشیم خدا خر نداشته باشه این نقصه برای خدا مثلا خداشناسیش اینجوری بود یارو بعد خدا فرمود دیدی همین دم در بهشت هم اضافی بهش یعنی مبنای پذیرفته شدن عبادات شما عقله عبادات عبادت کی چقدر عقل داره چقدر عبادتش عاقلانه است برای همین یک ساعت یک ساعت نه چقدر ساعت غلطه مود ساعت الان ساعته اون موقع یعنی یک لحظه فی هاذ الساعه و فی کل ساعت نه یعنی تو یک ساعت یعنی تو این لحظه و تو هر لحظه ای یک لحظه تفکر بهتر از هفتاد سال عباده هفتاد سال عبادت یعنی عبادت یه یع آدم نوت ساله ست ساله که همه شد عبادت کرده باشه یعنی یک عمر عبادت این یعنی عدد عدد عمره برای چی؟ برای اینکه میگه آه برای چی داری اصلا عبادت میکنی؟ عقل اینقدر مهمه بهشت و جهنم بر مبنای اون تعریف میشه شما کلی نماز بخون کلی روزه بگیر بعد در راه خدا رو منفجر کن یه داعشه بی عقل انتظار داری این آدم بهش بره عقل نداره نقطه مقابل عقل هم جهله در قالب روایتهای های ما علم در مقابل جهل نیست عقل در مقابل جهله چون ما آدم جاهل و نفهم داریم که علم داره اما عقل نداره عالمه میدونه این چیز بده اما مصرف میکنه برای که کراک میکشن شما میگن سن کراک بده میدونم مثلا زخما کراکشون نشونت هم میدن خب چرا داری میکشی عقل نداره دوز بی عقلی هم تو آدما متفاوته آره متفاوت یکی از مثلا دوزش بالاست یکی از دوزش پایینه ته این جلسات پنج جلسه ما به چی میخوایم برسیم به این میخوایم برسیم که جنود جهل لشکریان جهل رو در درون خودمون هممون داریم هممون کم و زیاد داره هممون داریم اینا رو بشناسیم اینا رو سرکوب کنیم جنود عقل رو بشناسیم دستشون رو بگیریم بیاریم بالا هدف اینه آقا هدف این پنج جلسه و به ادامه هم پیدا خواهد کرد من بدون اقراق به بخ... شما بگم اگر هر جلسه رو بخوایم ما یک هر جلسه رو بگذاریم برای یکی از این جنود هفتاد و پنج جلسه یک ساعت طول میکشه انقدر مطلب هست راجع بشه این جلسه مقدمه بشه میشه هفت و جلسه حالا تو پنج جلسه که یقینا نمیتونیم حلش کنم من کلیات رو میخوام تو این پنج جلسه بگم و بقیش با خودتون برید اون روایتو برید بخونید و عمر هم داشته باشه که این سلسله جلسات ثابتی تو این زمینه باشه نشه اصلا غیر حضوری به قولی اینترنتی برگزار کنیم، استودیو ضبط کنیم، میذاریم صوت و تصویرشو اینجوری هم تو از این ابزار بعد استفاده کرد دیگه با عنوان پیامبر درونی ازش یاد شده آقا شما پیغمبرتون رو دیدید یا ندیدید دیدید شما من ندیدم شما دیدید شک دارید ظاهرا شدم دیدید من نمیدونم آها خب آ آه احسن 1400 سال به حضرت فاصله داریم چی ما رو تو مسیر پس نگه داشته؟ عقل پیغمبر درونی ازش بهره میبری؟ چقدر به حرف این پیامبر گوش میدیم؟ ببین الان خود ما داریم فوش میدیم به اون افرادی که در صدر اسلام به صحبت های پیامبر گوش ندادن حضرت فرمود من کنتم الله مولا گوش نکردن همین الان خودمون چقدر به حرف این پیامبر درونی گوش میدیم بازم متفاوت من اینجا میخوام تذکر بدم دیگه ببین اینجا یه نکاتی رو میشه یاد داد میده آدم ها مشکلشون با ندانستن نیست بسیاری از ماها خیلی چیزها رو میدونیم مشکلمون اینه که نیاز به تذکر داریم با این تذکر ها یه سری آتیش که روش خاکستر گرفته شده فوتشون میکنی دوباره شعله میگیرن درست میشن پیامبرام یک بخشی از آموزش هاشون و آموزه هاشون یاد دادن بود اکثریتش چی بود؟ تذکر دادن حالا تا همین امشب من توضیح خواهم داد پس مبنای پذیرش عبادت پیامبر درونیه مبنای میزان بودن قوای انسانیه ما چند تا نیرو و قوه داریم در وجودمون خدا داده نوش جونمون ازش هم درست بهره ببرید نه افراد نه تفریم وسط بالانس باید باشه بالانس زیر نظر عقله جاهایی که غیر بالانسه زیر نظر وهمه غیر اقلانیه از دایره بالانس بودن و تراز بودن اقلانی خارج شده اون سه تا قوه معروف شهویه غضبی و ادراک همه شهوت دارن حالت درست بعضی در بعضی بعض کمه که ایراده متوجه میگن سیب زمینی بیرگ خبری نی ها بخاری این یارو بلند نمیشه بعضی هم هستن حالت افراته در و دیوار رو نگاه میکنن تحریک جنسی میشن آه؟ بعضی هم اونجوری اونم بده حالت کمش میشه خمودی حالت زیادش میشه شرح شین ره هی دو حالت که زیر ا... نظر عقل باشه میشه چی؟ افت آدم عفیف از قوه شهوتش استفاده میکنه اگه نکنه اشتباه شهوتش استفاده میکنه این یه آدمی که تشنه میشه آدم تشنه آب میخوره اما نه توجوب آب پاک آب تمیز آب آلوده به میکروب و ویروس و نجاست نه درست شد مسیحیت مشکلش چی بود خمودی داشت درسته؟ میگفتن عیسی ازدواج نکرده شما هم ازدواج نکنید این راهبه راهبهاشون ازدواج نمیکردن بعدا به همجنسبازی بازی میفتدن آره دیگه این یه جای دیگه خرابکاری میشه دیگه چون خدا آفریده دین یه پکیجه ببین عزیزان یه هندسه یه کلی داره یک ساختاره یه برشو قور یه بر دیگه دبه میشه آره فکر نکن یه برشو تغییر بدی باز میمونه نه سن ازدواج بردی بالا خرابکاری کردین تو دینت نیست از یه جای دیگه جامعت میزنه بیرون این میشه که در کشوری که اسلامیه برخی از مسئولین ما فهم صحیحی از اسلام ندارن اگه میفهمیدن میفهمیدن که پیامبر انقدر تاکید بر سنت میکنه یعنی چی شب و روزشون رو میذاشتن برای تسهیل ازدواج جوونا الان هم که میدونه آقایون چی میگن میگن از من ازدواج نخواه من ردیف میکنم تو بر رو بیابون و خیابون و کوچه پس کوچه هر که خاصی بکنید پلیس گیر بهتون نده هم از من نخواه من ردیف میکنم غیر اوز... داشتی از جوب آب میخوردی ردیف میکنم کسی باید کار نداشته باشه از من آب سالم نخوا برای من هزینه داره از من نوام ازدواج بخوا. نه شرط کر... فراهم کردن مسکن نه هیچ چیز دیگه ای و جالب مردم میپذیرن اون کسی را آب جوب میده این عجیبه چرا میپذیرن قوه بعدی قوه قذبی است خشم من و شما این خوبه؟ بله که خوبه قوه های الهیه لازمه حالت کمش میشه جبنه. ما میگیم بزدل خارجی هم میگم مرغ آره میگم مثل مرغ میترسه ما میگیم بزدله حالت زیادش میشه تحور هی دو چشم کار متحورانه میکنه یه نفر مثل کوریکودیل دهنشو وا کرده میره کلش میکنه دهن کوریکودیل آدم احمقیه یقینا این آدم آدم احمقیه برای چی بریم که هر لحظه اون حیوان حالیش نیست ممکنه در در دهنه رو ببنده بیچاره دیگه شما مثلا یه بچه کوچیک داره میره سمت یه حیوان درنده میگی ماشاءالله باری کلا میگی بچه‌س نمیفهمه پس می‌بینید اگه از اون حالت تعادل خارج بشه میشه چی نفهمیدن باری کلا بی جهل اینا میشه دیگه جبن شرح و میخوام جر تحور. وسط میشه چی شجاعت آدم شجاع آدمی که شیر به حمله کنه در میره این دقیقا این آدم شجاع اگه بره سمت پنج تا شیر بشم نمیکنه سمت میگه دیوونه است شیرو میخورنش خیلی واضحه مگه اینکه مطمئن باشه بر اون شیرها چیه پیروز میشه برکلا حالت بعدی قوه بعدی قوه ادراکه فکر کردن بعضی کلا میذارنش کنار میگن خدا آک بهمون داده نو نو هم پسش میدیم نایلون سفون کشیدن روش هیچ کاری نداره اینا میشه حمق، کودنی حالت زیادش میشه جربزه بیش از حد از فکر استفاده کردن اینم درست نیست خیلی جاها اصلا فکر آدم و عقل آدم قد نمیده ببین خود عقل حکم میکنه که میگه یه سری جاها من یه سری چیزها رو فکر کردن باش به دست نمیره به یه چیز دیگه رجوع کن متوجه شدی؟ اینجاست که شما به وحی مثلا رجوع میکنید میگه من نمیدونم اما عقل بهم به اثبات کرد فرمایش این امام درسته پس جاهایش هم که متوجه نمیشم بازم گوش میکنم ببین این یه حکم که عقلانیه جالب قرب در زمان مسیحیت در زمان قرون وسطا دقیقا تو حالت تفریط اینا بوده کم اینا بوده شهوه سرکوب غضب اگه یکی زد تو گوشت بیا اونورم بگیر سرکوب مخم که کلا استفاده نمیکنه کسی حق نداشت حرف علمی بزنه اون بدبخت گالیله اومد گفتش که چی زمین دور خورشید داره میچرخه میخواستن آتیشش بزنن به خاطر حفظ جونش رو پس گرفت مثلا زنده زنده تو آتیش بسوزن بعد این تفرید یهوی مردم هلا تو اروپا به سمت چی رفتن افراد الانشون بازم اشتباهه شهوت تهش غضب تهش استفاده از فکرم تهش میان همه کارا رو ما با فکرم میتونیم انجام بدیم نیازی به وحی نداریم این خودش باز خریت این خودش حماقت و جهله این شما از اینا فیلم سراغ نداری که توش قذب آدم کشی کشت و کشتار و شهوت و وهم گودزیلا یا تو زمین در میاد یک چه عجیب غریبی یا رو جلوی گلوله جاخالی میده نمیدونم مثل ماتریکس و این چیزا یا وهم و این چیزای مثلا خود درنه. یا مثلا فیلم مثل فیلم, مثل فیلم مثل فیلم لوسی داره قدرت چی نشون میده قدرت فکر کردن فکر کن فکر کن قدرت این یعنی چرت و پرت میبینی چی شده چقدر جالب اسلام از اول به اون مسیحی‌ها ها میگفت امو خیلی تو تفریتی بیا جلو اینا اومدن رد شده الان میگه امو جان برگرد رد شدی یارو گفت از این بر پشت بوم نیفت اومد انقدر اقعب از اون بر پشت بوم افتاد اشتباه داری میزنی داداش خب آره. داداش هم دادا چه آره. خب این یه واقعیته ببینید ما از کجا میفهمیم حالت درست چیه از کجا میفهمیم کجا شجاعت دیگه تحور نیست از کجا میفهمیم آقا یک نفر یک جا سکوت میکنه اون سکوتش عین عقله یک جا هست شمشیر داره میزنه اون شمشیر زدنش هم عین عقله این مبنا و معیار تشخیصش عقله پس لازمه ما برای اینکه اصلا به و... آقا جان ببین اگر همین قوایی که بهتون گفتم بهش نرسید کج کله میشید آ. زندگی تو میریزه به هم آ. الان خیلی از همین آقایانی که حال درس و بحثن مثل طلبه ها مثل اساتید دانشگاه قوه غضبشون سرکوب شده است قوه غضب می‌دونیم ما خودمون بهش چی میگیم هیجان هیجان نداره کارشون زندگی‌شون. برای همین مشکل بود امام امام خمینی یه عبارت خیلی قشنگه یه عالمی بود در نجف ظاهرا در کجا بود در عراق حالا این یه روز رفتید این دجله چیز کرده تقیان کرده هیچ قایقی رد نمیشد گفت آقا منو ببر اونور گفت من این میرم اونور گفت من پول میدم انقدر پول داد که ریسکو پذیرفوند صاحب بردش اونور بر تو اون طلاتون رسیدن اونور گفت منو دوباره برگردون گفت اما ما رو گرفتی گفت تو چیکار ده پول تو بگیر پول گرفت، گفت داستان چیه گفت من خیلی اهل درس و بحثم هیجان ندارم هر از یه همچین کاری میکنم بالانس شم آره الان همین کسایی که امروز این بلا رو سر مملکت ما آوردن برخی از مسئولین ما در دوره جوانیشون دقیقا نگاه بکنید غضبشون رو داشتن اگه شما سیگارت میندازی این آرپیجی میزدن رفتی جنگیده تو ته جایی که دیگه خودتو خالی میکنی تو ورزشگاه بعد دیگه قاطی میکنی از تعادل خارج میشه شیشه اتوبوسا رو میزنی میشکونی بعد جالبه اون هیجان چون موجب و آدرنالین تو خونت میشه بهش معتاد میشی یعنی دفعه بعدی که ورزشگاه میری نیاز به اون آدرنالین است بهت بگم ما فکر نکنیم مثلا عاشق فلان تیمی الزامن مثلا تو رو بیدارت میکنه میبردت شما مینه ورزش هایی که اهل بیت توصیه میکردن ورزش هایی که خالیت میکنن ورزش های حوازی سوارکاری تیراندازی شنا اینا رو باید برید یا مؤمن اینا باید تو برنامه کاریش باشه باید خالی بشی متوجه شدید بعد ما رو نگه داشتیم شهوت که سیب زمینی تشریف باید داشته باشن باید چه سی سالش رو زن نگرفته میگه تقوا پیشه کنم تقوا تقوا پیشه کنم بازم تقوا پیشه کنم باباش درم الا مصب چقدر تقوا پیشه کنه یکم یک تو تقوا پیشه کن خب به آره برو دوغ بخوره دوغ با طعم کافور و نمیشه که نه شهوت بابا اصلا به خدا چند عذر میخوام عذر میخوام اکثر جوانان جب... جوان دیدم با انسان طرف نیستن این جماعت بابا نه شهوت اینو به رسمیت شناختی نه قذب اینو به رسمیت شناختی این کجا باید اون حیجان و خودشو خالی بکنه یعنی تو یک جامعه ایمانی باید روی ورزش های سرمایه گذاری بشود که حیجان این آدم این آدم خالی بشه که تو خونه به پرپای کسی نپیچه میگه بچم پ... استاد زنگ پدر ما رو در میاره بچم پرخاشگر شده بلند صحبت میکنه پدر مادرش میگم بابا خب این کجا باید این بچه خالی بشه تمام ورزش این شده هیجانات شده یه هیجانات که فقط انگشت داشته کن میخوره یا داره پیس بازی میکنه یا داره دن... اون چه جو حی... اون بعد ببین اون آدرنالین تو خون به با تحرک آره باید ح... استفاده بشه به قولی خب تو اون رو نشوندی مثلا هیجان کاذب اینا این بازی ها این باید بدوه از خونه هم یه جوری شدی که بچه میخواد با... نه دو نه دو همسایه نه دو نه دو مردم یکی این فامیله ما بچه کوچولو اومد خونه ما گفت تو اومد گفت عمو شما مردم دارید گفتم چی میگه باباش گفت خندیزه گفت یعنی زیرتون کسی مثلا زندگی میکنه تب... ما همون هم هم بودیم یعنی گفتم نه بودو بودو عشق کن زندگی کنم بچه نه جایی میبرنش باید بشه با... چرا گوشی همه بچه های ما سر... بابا گوشی هم دستش نگیره بیرون هم که نمیبریش شما چقندره مگه این آدمه این امیال خدا داده عقل میگه چقدر باید استفاده کنی پس میبینی چقدر بی عقلی تو جامعه حاکمه بعد انتظار رفتار چی داری عاقلانه داری بعد میدونه اگر همین مباحث به مسائل سیاسی گره بخوره چی میشه میریزه شیشه خورد میکنه همه چی رو میره پایین بعد بهش میگیم بابا که داری برای شیشه خورد میکنی کی اصلا نمیشناسش به خدا یه اسم میدونه میگه موازه سیاسی میدونه میگونه پس چه کن اون دنبال میگرده شیشه بشکونه انرژیشو میخواد تخلیه کنه ما هیچ کدوم اینا رو به رسمیت نشناختیم و این بده واقعا مشکل امروز دنیا رو من جهل میدونم بیعقلی میدونم بیعقلی بر دنیا سایه افکنه بیعقلی مدرن جاهلیت مدرن نه جاهلیت قبیلگی مثلا اون الزامن حتی این جاهلیت از جاهلیت اعراب جاهلی هم بدتره به خاطر اینکه ابزارهای قوی تری داره دنیا رو خریت گرفته جهل گرفته تعارف نداریم وهم حاکم شده بر دنیا وهم میدونید چیه؟ وهم همه چیز رو وارونه میکنه یعنی با اصل و انکار نمیکنه دقت کنید خوب اینا،, اینا, رو اگه متوجه بشید ارز خیلی شبهاتتون برطرف میشه وهم اصول رو رد نمیکنه دقیقا روی اصول سوار میشه اما وارونه جلوه میده مثلا انسان زیبایی رو دوست داره انسان محو زیبایی میشه به خاطر که به خالق زیبایی ها پی ببره اما خود اون زیبایی نباید براش موضوعیت پیدا بکنه به آدم یه گل زیبا میبینه دوست داره نگاش بکنه اما دیگه بشینه 24 ساعت رو نگاه کنه اون دیگه بی عقلی متوجه چی میگم باید بگذره وارونش میکنه اندازش رو تغییر میده نسبت ها رو از بین میبره آدم به ترس خوبه ما ترس درست هم داریم درست شد؟ شما دیدی یه جای پیغمبراش هم میگن من میترسم ترس درست داریم جبن نها خوف خب و یخافون یوم کان شر رو رو میگه از میگه اهل بیتم هم از جهنم میترسن این ترس ترس درستیه متوجه شدید؟ نه که از دشمن آدم بترسه منطقه طرف میبینی از خدا نمیترسه از صاحب کارش میترسه از رئیسش میترسه میبینی این وهمه خود صرف ترسیدنه بعد نی اما این جاش عوض شده از چی میترسی تو قاطی کردی سیستمت ریخته به هم اصلی ترین دلیل مختار آفریده شدن انسان عقله چون تو با عقل میتونی راه پیدا بکن متاسفانه امروز بی نه تنها در سطح وسیع دنیا آقا من بارها اینو گفتم به این چیزایی میگم ملموس باشه با نصف کتاب رکورد کتاب گینس و بلکه بیشترش حماقت و خریته یورو 27 تا چاقو با دندونش تونسته داره تو گینس ثبتش کرد آ آه چه اهمیتی داره آخه مگه تو جای چاقو نگه داشتن دهن تو طرف تونسته تو یک دقیقه هم 63 تا سوس بخوره نه یکم به این فکر بکنید آخه این چه همه به چه دردی میخوره آخه مثلا تو اون کار انجام بدی رکورد درست کردن بلندترین ساندویچ آخه به چه درد میخوره اون ساندیویچ؟ یکم به این فکر میبینید جالب خودمون وقتی میشنم میگه اه چه اخبار داره میگه جالبتن که اخبار خودمونم میگه اینا رو یه موقع از شما یه استفاده رسانه ای از اون میکنی چون میدی که بالاخره دنیا رو جهل گرفته اگر یه بمب خبری اینجوری درست بکنی با اون میتونی من بعضی موقع مثلا میگه بزرگترین کیک رو به مناسبت نیمه شبان برای امام زمان درست کردم بله این با خودش ترجمه میکنه که آ این بزرگترین کیک به مناسبت خب نیمه شبان کیه پس این امام زمان کیه یه موقع یه استفاده اینجوری داری میکنی اما یه موقع مثلا بزرگترین سنجاق دنیا درست کردن 3 متر چرا خب اون سنجاق به چه کار میاد دی... میبینی جهل رو یک جایی میخوام می بگم این جهل جهل وسیعی که شما دارید این همه آدم کشی نشونه جهله این همه شهوتی که دنیا حاکم شده نشونه جهله از حالت اعتدال و عقلانی خارج شده یک جایی بین ما هاست بین خانواده های مذهبیه متاسفانه میبینی دوچار بیعقلی های جدی در حوزه روابط خانوادگی هستن اصلا هم خبر ندارن بهشون تذکر میدن چقدر انرژی خانواده ها سر, سر دعوای مزخرف مادر شوهر و خوار شوهر و پدر زن و نمیدونم چی و چی این چیزا صرف میشه ها چقدر عمر ادی واقعا سوهان اعصاب هر کسی میبینی آقای اما مخصوصا اول زندگیش یک تایمی رو گذاشته تازه شانس بره اول زندگیش حل شه این گفت اخ اون گفت پخ بعد اینا غیبت نیست دیگه ها بعد میگه غیبت نکن میگه مگه دروغ میگم یا لام هستم اون که تومته که درستم بگی پشت سر طرف راز نمشه غیبته میکن بعد میگه غیبت بدتر از زنا با مادر تو خونه خداست میفهمی داری چی کار میکنی؟ این جماعت میفهمن اینا رو به قرآن نمیفهمن به خدا نمیفهمن عقل ندارن وگرنه کی حاضر گناه زنای با مادر براش بنویسن ببخشید من چند جایی مثال رو زدم مجبورم آقا یه جامعه هم به کجا داره میره اسمش هم بذاری شیعه خونه امام زمان شما وارد یه مسجدی بشی ببینی یک نفر داره با مادر خودش زنا میکنه و میسه نگاه میکنی یا حداقلش اقلش اینو رو, رو ترک میکنی نمیذاری اون کار کنن پاشی به گمشید بیرون مگه خونه خود جا این کاراست اینقدر آدم وقی و بی حیات و خونه خدا یه خیلی بیورزه باشی میری که بیرون درست شد؟ آیا وقتی معصوم میفرماد این حکم غیبت عین اینه شما غیبت اینجوری میبینید؟ تا یک مجلس غیبتی ببینید دیوونه بشید برید بیرون حداقل اون آدمایی که تازه نمازشون تموم شده هنو دارم هم دست میدن سر نماز جماعت بعد هم سر هم همون لحظه زیرا به یکی میزنن اینا چیزی از احکام الهی میفهمن چطور یه جوونی یه جا بر شهوتش نمیتونه غلبه کنه یه غلطی میکنه که همون غلطش هم اشتباهه میشه بعد اخ جیز چرا خاک تو سرش نمیتونه خوش کنترل کنه اما تو که نمیتونی جل غیبت بگیری تو خوبی تو هم بر اون شهوتت غلبه کن دیگه اون شهوت حرف زدن وقتی می سراغت وقتی یه لحظه دوست داری با گفتن اون حرف خالی بشی ها چرا اونجا اینو نمیبینیم این دینداریه برید احکام الهی رو همه چی باید حتما جنسی باشه تا یه دی تکون بخورن برای همینم معصوم گناه جنسی مثال زد تا یک نفر بفهمن گفت این عین اون گناه جنسی بلکه بدتر معصوم میفرماد ربا از هفتاد بار زنا با مادر در خانه خدا بدتر است تن آدم می لرزه. چون ظاهرا وقتی قرآن فرمود جنگ با خدا ظاهرا یه دی نفهمیدن یعنی چی چون جنگ و فقط این میبینن که شمشیر بزنن یه خدایی به شکل انسان رو زمین باشه بزن تیکه تیکش کنن میاد باز دوباره اینجوری میفرماد شاد یاد دیت بخورن بخورم یعنی بین ماها هست آقا جانی تعارف که نداریم که کم و زیاد داره اگر بهشت میخوای اگر میخوای این گریه زاریای این شباد اگر میخوای روزت اگر میخواد نماز درست باشه باید کارت عقلانی بشه یکی بر جنود جهل و بخونید همین رو بخونید همینا جزشه لشکریان جهنم رو بخونید اون 75 تا لشکر اون سر لشکراشون برید ببینید همینا جز بشه بعد انتظار داری تو نمازت هم بخونی اون دروغه هم بگی اون غیبت هم بکنی ربا هم بخوری و این نماز بالا بره ذهی خیال باطل ذهی خیال خام تصور باطلی داری 50 سال طرف داره میاد هیئت میشینه پا میشه از ایثارگری امام حسین میشنوه از عدالت امام حسین از شجاعت و فداکاری امام حسین میشنبه و بقیه شهدای کربلا ذره آن شنیده ها در رفتارش تاثیر نداره خودش ظهر آشورا روزه نماز جماعت رو دارن میخونن روزه سعید و حبیب رو براش میخونن بعد چقدر این براش اهمیت داره نماز اول وقت؟ جوک خب شما یه همچین کسی رو آدم عاقلی میدونید که خدا بدونه به کلا قاضی کنیم دیگه میخوام حرف کاربردی بزنیم آقا به در زندگیمون بخوره معصوم میبینه ما خداوند متعال میبینه ما نمیفهمه میگم بابا لامصب غیبت نکن میبینه نمیفهمه میگه داداش تو دو دوست داری میگه آره میگه بکن بمیره بیفته جلوت چاقو بهت بد بدن بگن یه تیکه گوشش رو بکن بخور داره عینی میکنه مثالو میگه چقدر بدت میاد از اون کار باید از غیبت کردن انقدر بدت بیاد که تو استخونبندی بندی درست جا افتاده باشه وگرنه از مسیر اقلانیت و اسلام خارجی تو ما مشکلات داریم آقا بعد میگه فکر کنم طرف چل سال حیعت میره پنجا سال نماز بخونه انگار نه انگار همچنان هاوپی ما مشهد احیای 23 مشهد بنده بودم جای شما خالی نایب و زیاره همه دوستان هم بودیم که میگم نایب و زیرا بودم دروغ نمیگم من اول اون عزیزانی که مستمع سخنرانی هم هستن میشه زیارت میرم براشون دعا میکنم حتی بعضی فرصت داشته باشم یه زیارت مخصوص برای همون انجام میدم خدمت شما عرض میکنم که داشتم راه برگشتن یه پیرمردی کنار من نشسته بود یه اینجوری کرد شروع که بوکشتن گفت کیه سیر خورده گفتم من نمیدونم حالا من که نخوردم الان. نمیدونم الان. و ای خدا لعنتت کنه ای بابا بی خیالی یه سیری خورده بدبختی لعنت پیرن مشکی تن تو پیرن مشکی تن من بعد زرتی زرتم تصمیم این یا صاحب از زمان. یا الله یا صاحب از زمان. یا الله. شروع که هم باش بحث کردن اصلا قبول نمی کن بس سه چهار نفر مارد تو حوابی ما چون شناخته بودن موقع نشستن حوابی ما دیگه بلند شد قشنگ یه اجازه کمر بنده. شروع کردن اومدن سراغ ما آقا آدرس تلگرامتون و سایتتون و شما رو بونیم سراغ این فهمید من یه کاری هستم حالا حالا به خودش گویا آره شغل چیه کارت چیه و فلان جو چیزا بعد شروع کرد منو نصیحت کردن که تو سخنرانی حالا که تو سخنرانی تو سخنرانی اینا که من بهت میگم برو بگو <applause> هفت گفتم چند سال تو گفت 74 سالمه چهار سال از خدا عمر گرفته نماز خونده مقید بوده میگفت من 20 سال تمام احیا رو مشادم بعد بابت یه سیر خوردن که من با هم بوی سیر تالا متوجه نشدم نه والا وهمش بود بوی سیر چطور خدا ل... گفتم تو چطور رو دلت میاد یا محب امیر لعنت کنی بابت سیر میبینی چی اون قبول اون نمد این کارو میکرده بله امام صادق میفهمه من زمانی سیر میخورم که بخوام برم تو بیابون را برم یعنی با کمی کسی مصاحبت نداشته باشم اذیتش کنم اما دیگه لعنت خدایش بی انصافی دیگه لعنت خدا برای شیطان استفاده میشه اللهم الان اول از اول من حق محمد و محمد استفاده میشه بابا یه مومه شیعی رو برداری خدا لعنتش کنه سیر خورده این بس این مشکلات بینم باید خودمون آقا استخون بندیم جا تا حالا کسی نیومده بهت بگه مشکل داری نه همه اومدن گل بلبلی بهت گفتن شما ها خیلی خوبید خیلی خوبید اینا آره خوبید بعد خوبتر باشید حرف من نه. خود شما را هم نمید. اوسی کن و نفسی خودم هم داره اول خودم هم میگم خب بعد بشین بررسی کنیم عقل در لغت به معنی بنده تنابی که نذاره یه خورده بری اصلا ببخشید پن... تنابی که پای شطور و حیوان میبستن میگفتن چی؟ عقل آقا حیوان بله اگه عقل نداشته باشه این بشر دو پا از هر حیوانی حیوان تره این قتلایی که انسان میتونه انجام بده کی میتونه انجام بده کدوم شیر میتونه اینجوری آدم بدره ها کدوم حیوانی میتونه بمب اتم بنازه تو یک ثانیه 65 هزار نفر توی بمب بعدش هم 95 هزار نفر رو به کشتن بده تو یک ثانیه عقل یعنی بند عقل یعنی یه جای دلت میخواد میگه اشتباه میکنه دلت میخواد بی خود کرده خود من شما خیلی جای استفاده میکنه داره خیابون داری میری مثلا مغازه شیرین ها گشته بیرون دست میری شیرینا برمی میخوری میری اصلا فرزند دینم نباشه میگی نه پلیس میاد میگیره, میگیره، پدرمو در میاره عقلت جلو تو میگیره جلو خواست تو چیه میگیره عقل ما همینو میخوایم اگر از عقل و از این بازدارندگیش زیاد استفاده کنیم عادی میشه میشه رفتار عادیت متوجه شدید قانونا دیدید قانونا دیدی؟ یه جورایی شکل عقل عمل میکنه دیگه داره به شما میگه که این کار رو انجام نده اروپایی دین دارن اصلا دین دقدقه شونه مثلا اون حکومت سکولار لایکه پس چرا اون, اون نحوه عمل کرده قانونی الان برای شده چی؟ فرهنگ یعنی طرف بله میدونی که تو آلمان قانونه که اگه یه جا تصادف شد شما باید به ایستی به با اون آدم کمک کنی تو مملکت ما برعکس باید در بری چون وایستونو ورداری ببریش اول خیر خودتو میگیرن تو زدی بهش قانون اون مشکل داره قانون اونا اسلامی تره اونجا اگه این یارو بمیره میتونه اون طرف خانواده شکایت کنن بگه ما رفتیم فیلم های دوربین و فلانجا رو در بردیم. این ماشین با این پلاک رد شده کمک نکرده بده بیاد پول رو اه؟ آقا امینه اون چیزایی که 1400 سال پیش اهل بیت ما فرمودن اونجا قانونه شفافیت اموال دارایی مسئولین امیرالمومنین وارد کوفه شد خلیفه شد حضرت فرمود علی ابن ابی با این لباس و با این اسب اومد شفافیت اموال دارایی موقعی گرفتن پست و فرمود موقعی هم که دارم میرم همینا باید باشه وگرنه بهتون خیانت کردم بعد ما تیکه پاره کردیم خودمون امسال تو انتخابات به این شیشتا نامه زدیم که آقا اموال داراییاتونو بیارید اعلام کنید یه دیشون گفتن نمی اون چیزی که امیران ما 1400 سال پیش خواسته بودم گفت نمی کنی. چی بگم من حالا این تا اینجا ای ماجرا از اینجا به بعد به شدت جالب میخوام خوب دقت کنید من میخوام جلسه اول این بخش رو تموم کنم تقریبا 20 خط این س... سا... کاغذم 4 خطش رفتیم بابا خدایش من تونتون تون صحبت تازه میکنم یکی از همین دوستان ما هست سخنران خیلی آروم آروم صحبت میکنه بعدش گفتم به این تو بخوام صحبت بکنم و یه جلسه میشه 25 تا جلسه تونتون هم تازه صحبت میکنم بعضی بهم میگم میگم ما بعضی سخنه تو رو باز میزنیم عقب دوره می چی گفت تیکر رو دوباره گوش میکنیم ببینید ما یه عقل مطبوع داریم یه عقل مسموع عقل مطبوع اون چیزی که به دنیا باش داریش عقل مسموع اون چیزی که باید به دست بری مطبوع یعنی طبیعتته تبع شده عرب به تبع میگه چاپ در وجود چاپ شده است اصلا عقل مسموع به دست آوردنیه مبنا کدوم برای محاسبات مسموع مسموع درست اما خدا لحاظ میکنه که این با چه عقل مطبوعی به دنیا اومده حالا یه سال آیا ما موقع آفرینش عقل مطبوع یکسان داریم آره یا نه خیلی مهمه ها تو جبر و اختیار تو عدالت الهی اینجوری که از شبهات نه خیر برابر نیست یک سری قوا در برخی از ما بیشتر و در برخی دیگر چیه کمتره مثال برای شما بزنم خدمت شما عرض بشم مثل بچه مثلا دو قلو همسان تولید یه کارخونه دیگه هیچ فرقی با هم نداره بعد خدمت شما عرض بکنم که یه تربیت یه لغمه میبینی یکیشون بخیل اون یکی نه بچه دو سال سه ساله ها یه اون یکی میبینی مثلا میره سر سفره چیز برم داریم به همه میده دیدید بعضی بچه هستن رو در میره یه بچه هست نمیتونی چه دستش بگیری جی خدا درست میکنه ای. اینا با هم فرق دارن ماها موقع یعنی اون قوای ابتداییمون بر ما چیه متفاوت خب خدایا این که دیگه عدالت نیستش که تو آب کلا اینجا خوشگلی هستن آفرینش چقدر زیباست شما خط شروع این مسابقات دو دیدید مساوی نیست ظاهرا کنار هم نیست درسته هر کی به مرکز دایره نزدیکتر میشی اون خطه چیه؟ عقب تره میدونی چرا؟ جاشون شروعشون با هم یکی نیست اما عادلانه است چی شد؟ فاصلهشون تا خط پایان چیه؟ یکیه در یکی هستن بچه هستن بدونیم حسوده هنر تو اونجاست که شما با عقل مسموع عقل مطبوع درستش میکنی آیت الله حضرت آیت الله میفرمود که اگر یک ایراد در شما هست و زیاد تکرار کنید به خودتون تذکر بدید وای بر من چرا دروغ گفتم وای بر این تذکر زیاد چی میشه ملکه درونی شما میشه کاملا میشه جزء من عذر میخوام عذر میخوام عذر میخوام مجموعه مثال بزنم بچه کوچیک اون عقل رو نداره درسته یه سری کارا غیر عقلانی میکنه شما مهمونی میری شاید بازم قضا دلت بخواد اما یه سری ملاحظات میکنی نمیخوره اما بچه حالیش نمیشه میره وسط سفره میره وسط میوه ها بچه غریزش اون لحظه دوست داره گشتش رو میخواد میخواد می‌خوام میخوام ادرارش بیاد نگه نمیداره درست شد چون غریزش حکم میکنه که خود راحت کن اما یه سوال الان تو این سن و سالم اصلا به این فکر میکنید شما اصلا یه بار به این فکر کردید که اصلا بزور رو نگهش ندارم گرفتی چ شد چه مثالی بود نه امکان نداره چرا چون در صورت تکرار به خاطر تکرار در وجود شما چی شد؟ نهادی نشد قبایلی داریم همین الان رو کره زمینه که این اینو لحاظ نمیکنن چون براشون بعد نبوده حیوانات هم لحاظ یه سه حیوانات هستن تربیت میشن لحاظ میکنن ما دقیقا اومدیم اون نفس حیوانی رو چیکار کنیم با عقل به تناب بکشیم عقل یعنی تناب دیگه به تناب بکشیم پس آدم ها موقع خلقت بسته های شبیه همدیگه نیستن اما خط پایان یکسان دارن این زیباش من با چی باید بفهمم کجا باید برم این سوال من و شماست دیگه نمیم تا کجا امشب میتونیم بگیم جنود عقل و جهل در همه انسان ها پنهانه همه ما 75 تا اون جنود عقلم داریم 75 هم جنود جهل داریم هممون بلقوه باید یاد بگیریم جنود جهل رو سرکوب کنیم جنود عقل رو میدون بهشون بدیم امیر مؤمنان میفرماد اگر یک کاری رو دوست نداری اما میدونی خوبه میدونی این کار درسته چرا؟ عقلت بهت حکم میکنه این کار درسته اما دلت دوست نداره حضرت میفرماد ادای اون کار در آدم بخشنده ای نیستی عقلت میگه بخشندگی خوبه ببخش بعد از چند مدت این کارو کردن این ملکه درونی شما میشه یه بخشندگی میشه برای شما اصل اینو باید لحاظ بکنیم جنود جهل یه سوال اینجا پیش میاد که بله خیلی شنیده میگن جهل خودش وجود نیست نبود عقله ببین میگه سرما وجود نداره نبود چیه گرماسی تو مباحث فلسفی مون تو تو بحثایی که یه چیز فوق اینها داریم که اینها به خاطر اثرگذاری که دارند خوب دقت کنید به خاطر اثرگذاری که دارن وجود محسوب میشن ببینید جنود جهل حسد وجود نداره نبود یه چیز دیگه است درست شد تا زمانی که چیه بلقوس وقتی بلفعل شد وقتی اوسیان کرد وقتی جولان داد دیگه وجود داره دیگه برای همین امام صادق علیه السلام میفرماد خدا با عقل صحبت کرد بعد با جهل صحبت کرد میگه با چیزی که وجود نداره یعنی چل 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 صحبت کرد شیطان میاد همون قوه های بل قوه جهلی ما رو چکار میکنه؟ بلفعلش میکنه تحریکش میکنه اونایی هم که بلفعل شده است و بیشتر تحریک میکنه با استفاده از وهم خوب دقت کنید با استفاده از وهم قوه عقلی رو چیکار میکنه؟ گفتیم وهم کارش چیه؟ وارونه میکنه آفرین غیرت خوبه شیطون جابجاش میکنه میشه بد دل میشه بد دل. اونا رو وارونش و نسبت ها رو هم یکی کارشتون وسواسه آقا خداش بهت گفته اینقدر آب بکشی این پاکه یا رو ول خدا بخشید این نمیبخشه این شیطانیه ما داریم یک جای معصومین معصومین الگوی ما هستن قبل از اینکه برن دستشویی چی کار میکردن سر هاشون آب میپاشیدن این یعنی طرف میاد دستشویی میاد بیرون نگاه کن سر پاچاشو ببینه قطره خیسی چیزی هست یا نه روایت داریم که این روایت مبنای در واقع وقاحتی تو این حوزه است تقریبا همه علما اینو مبنا قرار دادن یکی از یاران امام صادق ایستاده سر نماز خون اومد از دماغش خون دماغ شد بعد خب اگر بین رو پیرنش ریخ یا روی زمین ریخ اگر روی زمین ریخته باز ترشح نکرده باشه به سر پاچه هاشو بعد از امام که پرسید امام فرمود اصلا نباید نگاه میکردی باید نماز تو تموم کرد یعنی این کنجکاوی درست نیست الهی و اسلامی هم نیست آدمایی که وسواسن هم خودشون از دین زده میشن هم اطرافیانشون من دیدم و خانمایی هستن وسواسن بچه هاشون به دین تمایل ندارن چون تا بهشون میگی دینداری میگه یا خدا و بابای ما رو در بیاره دوباره ما رو بگن تو لگن وای تکس بشوره در بیاره فلان من دیدم و بدبخ مثلا بیرون میومد روزنامه پن میکردن جلو پاش بود و برو از همینجا هموم هموم بالا بریم دست دستمون دست همونو هموم گفت گفتم چه اینجوریه مادر شما گفت بیچاره همون کرده روزی دوبار سه بار به ازن بارو میفرست بیماره بیماره آقا خداش بخشیده این نمیبخشه عجیبه دیگه اینا دیگه کیان اینا راهش چیه شیطون نگاه کنید واسواس من بگم چون خیلی سوال میپرسن یه جام چه سخنی گفتم یادم از مشهد و کجا داشتم برمیشم تو دامغان وایساده بودم این نفر تلفنم زنگ زد قشنگ یادمه قبل نماز ظهر بود گوشی رو که برداشتم طرف گفت من به حدی وسواس گرفتم که با خودم میگم اگر دکمه های پیراهنمو توی ده ثانیه نتونم باز بکنم بچم میمیره یا یه چیزی بهتون بگم خوب گوش کنید اینم خیلی مبتلا به جای روتون نمیشه برید بگید یا هستن خدای نکره تو ذهنشون توهین به برخی از مقدساته ای میاد فکرش درسته؟ و بابت این بسیار چی میشن؟ اذیت میشن این کار شیطونه و من آدم میشنستم میگفت من سر نماز نوزو بله به خدا فوش میدم میگفت نمی... می نماز رو گذاشتم کنار که باید. گفتم شیطون به هدفش رسیده ببین تو دوست داری بابت اون فکری که سراغت میاد یا نه قطعا خوشت نمیاد درسته؟ شیطان همین با تو بکن. راه رهایی از وسواس چیه؟ اصلا به تو چه؟ راه شبینه به تو چه؟ اصلا توجه نکنی شیطان من تو زن با با این حرف من مخلص خدام این فوش مال من نیست هر چی میخوای بکنی, بکنی بکن خدافت یه بند خدایی بود به من میگفتش که بینی بکن اینا عجیبه ها این موقع به من همین الان که این نکتر رو گفتم دارم بعضی سر دادن یعنی تایید خب مبتلا به مون تو نمیشه برین جایی یک میگن چون میگن بگیم میگن دیوونه است سرما بخوره میره دکترها این مشکلات حاضر نیست سراغ روان درمان بره فکر می‌کنم زشت ب... فرمی یعنی رو روانی نه این نیستش آقا. به ببین طرف به خودش میگه میگفتش که من بعضی وقت درو که میخوام باز بکنم با خودم یه لحظه احساس دستم به در میچسبه با خودم فکر نمیرم باید. نه که بره در باز بکنم گفت مثلا شما دیدید وقتی راجبه چیزی فکر میکنید تو فکرتون و مسیر رو میرید که فردا برم دانشگاه قشنگ در باز میکنید میری جلو کیفتون رو برمیدارید اینطوره اون خیلی سرینه. نه میگفت یوهای قفل میکرد فکرم رو چی رو همین دره نمیذشه دمش بده گفت دستم گیر میکنه بخوام دستم بکشم این گوشتای دستم به دستگیره در میکشه فلان بعد منش گفتم خوبه خوبه افن راهش میره چی بودم گفتم بهش بگو ابی نره خب باشه کندش بده دره دستم کنه بده دره اصلا رودهام در بدم چه گفتم بمیرم بده دره مگه مرگ زندگی دست خدانی خب پس بده آقا 24 ساعت نکشید به ما زنگ خدا پدر تو بیام مرزه من از یه مشکل دو ساله راحت هم کردم داشتم دیوونه میشدم شده طرف به من میگفت خانومی تماس گرفته که من هی بچه‌م میره بیرون فکر کنم میره زیر ماشین میمیره میره زیر ماشین الان خبرش برام میان میرم اونجا می میرم پخش آسفالت شده فعلا گریه میکرد بند خدا بچه کوچیک بعد بهش گفتم که ببخشید ناراحت نشید اگه میخواد گفتم بو بچه را مگه خدا نه یافرین داد داده, داده خب پس داره خب یعنی چی خدا نکنه گفتن همین دیگه همین همین مشکل توه وسواس یعنی گیر اون قوه وهم میاد چیکار میکنه تو رو یه جه وسواس یعنی به هم خوردن نسبت ها دو بار بعد آب بریزه 20 بار آب میریزه نسبتش همین چرا بیشتر کمترش میکنی بعد بگه آقا همه چی دستاسون میمیره بعد یوهی مینی نمیتونه چون تو سر گره رو باز میکنی تمامه وسواس کلاف شیطونه این سر کلافو که گرفتی همینجوری میکشی تمومی نداره بعدن که نخی ازت آویزون شد افتاد پایین همینجوری داره میکشی سر کلافو گره میزنه به ته کلاف تا آخر عمرت بکشه همینجوری یه حلقه بسته ای رو همینجوری داره میکشی این ویژگی وسوسه. اصلا توجه نکنید شیطان اومد به به ب... گور پدر توی شیطان من مخلص اهل بیتم تو چون اینو گفتی فردا دو رکعت هم نماز چیز بخونم. اضافه میکنم به نمازام. توجه نه وقتی به چی توجه کنید آقا به میمون فکر نکنید اول اتفاقی میفته تو ذهنتون میمون مجسم میشه درست شد ببین اصلا نباید ف... فکر رو رها کنید. آقا خب میمون به درک باش تماش یعنی راحتت میکنه نخو پاره کنید شطرنج برره بازی کنید با شیطان چیزی رو جوری بازی میکردن لنگ دمپای میبرد بالا میکود وسط شطرنج بیا بسم الله چیش <تص> مات آره و شیطون ببین با دو دو تا شیطون دو تا دو, دو تا شیطون که بازی بکنی که اون اصلا بلات مسیر میچینه تو اگه قشنگ برات فلو چارت میشینه شک نکن میشینه برات فلو چارت میچینه دیگه برای امشب بس نکته بگم تا میشینه برات فلو چارت درست میکنه ببین خوب دقت کن میگه خب اگر گفتی آری این فکر رو تو ذهنش مینازم اگر گفت نه این اگه فلامه بیچاره میکنه میری دو ساعت داری فکر میکنی سرسام گرفتی دیوونه شدی اصلا اعصابت خورده داغ کردی آمپر چسوندی از اول باید با شطرنج برری بازی کنی. زمین بازی رو شیطون نباید تعریف بکنه تو زمین بازی شیطون بازی بکنی تا آخر باید بازی بکنی دور و تسلسل داره می نداده دوباره تو دور تسمس است مبادا اینه. اینا اق... به مردم رو درگیرن بابا هی دارن زنگ میزنن هی سوال میزنن تو سایتمون هی اس ام اس میدن همین الانم چه عجب بعد میپرسم که میبینم خانواده مذهبی طرف بعضی از این طرف کارش به جای میگه من نماز گذاشتم کنار به خاطر این چیزا اه. دقیقا شیطان به هدفش رسید بعضی این در مورد برخی از اهل بیت پیش میاد عاشق اهل بیت میاد روزه یا یه فکر بدی میاد تو ذهنش توجه نکن همون لحظه دو تا صلوات بفرست بگو ببین این کار کردی که من تو این کنم من عمدن صلوات میفرستم که چی درود خدا رو هم بفرستم تا چش تو درات اصلا بگی آ هر دفعه از این کار کنی من ده تا صلوات میفرستم اگه دوست داری سلواتو بفرز با شما شما تو هم بگم سلوات هم سلواتو هم تو زمین اون بازی نکن که تو تو زمین بازی تو بچین خب برای امشب فکر میکنم کافی باشه سرتون رو در دوردم اصخایی میکنم فردا این بحث رو من ادامه میدم که حالا کسایی که متفاوتن چطور باید بگی استاندارد چی برسن واحد مبن... مبانی چیه با چی باید خودشون بسنجن یکی از ب... آخه بعضی هستن از بچه هستن دروغ نمیتونن بگن دیدی؟ اصلا بهش میگن بچه ما ارزه نداره دروغ نمیتونه بگه یعنی دروغ نگفتنش الزامن به خاطر تقوا و اینجور چیزا نی اصلا دروغ بلد نیست بگه بعضی هستن اصلاً, اصلا ارزه دوزی کردن ندارن میترسن از دوزی کردن متوجه؟ خب این چطور باید حفظ کنه اون قوهی داره اون کسی که نداره چجوری باید به اون برسه ان شاء الله شب های آتی راجع به این صحبت که ما هم سخنرانی ما اشتباه زده بودن 11 و نیم. سخنرانی بنده همون رأس 12 در واقع شروع میشه در فرج امام زمان صلوات بفرم.